سرخط خبرها کوین روی با شدت قرب روبل در تاجیکستان حبس 5 بلاگر تاجیک در مسکو نظرسنجی آیا تاجیکان تحمل پذیرند سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید امروز جمعه 7 اپریل است صبح امروز از ساعت 8 تا ساعت 14 در مجمع تندرستی استقلال ساکنان امکان دارند که به پول از معاینه طبی گذرند و از طبیبان ساحه های گوناگون مشورت گیرند. طوری از وزارت تندرستی خبر دادند این چورابینی بخشیده به روز عمومی جهانی سلامتی برگزار خواهد شد که همه ساله روز 7 اپریل تجلیل می‌گردد. اما ساکنان می‌گویند نه همه می‌توانند از تشخیص گذرند زیرا شمار داوطلبان خیلی زیاد است. موضوع سلامتی و دسترسی مردم به خدمات طبی مناسب یک مسئله داغ در جامعه تاجیکستان است. سال‌های اخیر شکایت و انتقاد از کار پزشکان کم نشده است. برخی از گرانی خدمت رسانی طبی و بعضی دیگر از مناسبت و سطح دانش طبیبان شکوه دارند. گله‌هایی که نه همیشه طبیبان با آن راضی اند. چند روز اخیر قرب رسمی روبل روسی به ایس پوین می رود. از آغاز هفته قرب روبل همه روزه تا یک سومانی کوهش می یابد. اگر اول هفته یعنی 3 اپریل 1000 روبل روسی به 140 سومانی برابر بود، صبح امروز بنا به اطلاع بانک ملی 1000 روبل به 135 سومانی عوض کرده می شود. این در حالی است که در پایان هفته گذشته 1000 روبل روسی 141 سومانی و در اول ماه مارس سال روان 144 سومانی عوض کرده می شود. پایین رفتن قرب روبل بیشتر مهاجران را نگران کرده است که به خانواده هایشون به تاجیکستان مبلغ روان می کنند. کاهش قرب روبل به سطح درآمد و زندگی این خانواده ها ضربه می زند. بعضی از کاربران نوشتند که همه ساله در عرفه عیدها قرب روبل به طور سنعی پایین برده می شود. موضوع دین و آیین در تاجیکستان همیشه از موضوع حساس به حساب می روند. چند پیش یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردشتی را در تاجیکستان احیا می کند. هر دو زیر بارون تحقیر و تهدید ماندند. چون این بحث ها موضوع تحمل گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دستاورد می دانند دوباره داغ کرد. خبرنگاری رادیو آزادی از ساکنان پرسید که تو کجا تاجیکان تحمل پذیرند؟ یعنی نظرشان به دین های دیگر چیست؟ هر کس هر عقیده داشته باشه ریش نما همی ما مسلمان تمام دیگه دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه برای الحمدلله مسلمانیم این باید که سخت ما دوست داریم و حرمت کنیم دین مونه دیگر دین را باید قبول نکنیم هیچ امکانیت نداره شخصی هر یک کس مثال یکی آدم هست که مثال وای بود پرست است یا خیلی دیگر هست که خریسیان است وای خیلی انتخاب در دست هر یک کس هر یک کس عقل دارد خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل مثال آفرید باید کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه بیند مثلا مثال یک کس در یک دین دیگر میبیند من عموماً در دین اسلام میبینم حقیقت مثال حق و راه درست تربیه چگونه مثال انسانیت تربیه مییابد این سرچشمه تربیه من دین اسلام میبینم جمعه ما هیچ وقت اومده نیست ما باید حال تماشا کنیم که غرب چی داره رفته همو کازون همه چیز مونده همو حتی خریستانیوش چی شده سنانه چی میگن مردکو زنکو یکی زنک شده سن زنکو مردک شده سن خیلی برای همین باید که جوان ما فکر کنن ای دین ای مذهب ای همین تاجیکی خدمون بیرون نرمانو خیلی دینی خچه خواستی خچه هم را قبول کده من جاگوی مفته ندارم با те, до которых еще не дошло все это. Вот. Я думаю, это надо развивать, надо всем пояснять. Вот. Все это должно быть в массы, все это входить, чтобы не было такого все. Единственное, есть запрещенные, которые ячейки. Это очень, это яд для народа, для вообще это.
это они очень опасны для общества. То, что те, которые вне закона. А то, что это дозволено, то, что можно, вот, это, я думаю, что... Раисати тафтишоти шаҳри Москва аз боздошти 5 ҷавони зодаи Осиёи Миёна бо иттиҳоми авбошии гурӯҳӣ, ки бо маслиҳати пешакӣ анҷом шудааст, хабар медиҳад. Ба онҳо то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. Ҳарчанд дар хабарномаи раисати тафтишоти шаҳри Москва این دستگیر شدگان تنها زادگان آسیای میانه نام برده شده است، اما نشریه روسی کمرسانت با تکیه به منابع خود روز 5 اپریل خبر داده است که همه آنها بلوگرهای جنگ طلب از تاجیکستان بودند. نظر دستگیر شدگان برای شرح این قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه رسمی تفتیشاتی پایتخت روسیه، دوام سالهای 2022 و 2023 این زادگان آسیای میانه در شهر مسکو یک هیئت گروه متشکلانه جنایتی عمل کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران میکردند و به یگان اساس مردم را با دست و پولت و کوب میکردند. گفته میشود آنها عملهای غیر قانونی خود را در ویدیو ثبت و در شبکه‌های اجتماعی پهن میکردند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه به بازداشتگاه موقتی سخارو رفتند. در اینجا بیش از 140 مهاجر تاجیک انتظار اخراج از روسیه هستند. طور دفتر مطبوعاتی سفارت خبر میدهد مسئولین با الکسی لاگودا رهبر بازداشتگاه واخورده مسئله هرچی زودتر انتقال شهروندان تاجیکستان را به وطن بررسی کردند. به اطلاع منبع مسئولین سفارت همچنین با شهروندان بازداشت شده هم واخوردند. بازداشتگاه موقتی سخر و در کنار مسکو اکثرا مکان نگهداری مهاجران است که مقامات روسیه آنها را به قانون شکنی گمانبر کردند. مهاجران بازداشت شده از شرایط بدی بازداشتگاه شکایت میکنند و اکثرا به این نظرند که ناعادلانه از این کشور اخراج میشوند. هفته گذشته 70 مهاجر از این بازداشتگاه به تاجیکستان فرستادند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. هفتمی اپریل روزی هفتمی اپریل با تشبوسی سازمانی جهانی تندرستی روزی جهانی بهداشت تجلیل می شود و در این روز به خصوص کار و زحمت خادمانی طب همشیره و دایه ها قدردانی می شود. در تاجیکستان به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس کارمندانی طب و همشیره ها به ارتش قوی کمک در معالجه اهالی تبدیل شدند و شبانه روزی در بیمارخانه و هم خانه به خانه گشته بیماران را نجات می دادند. ده ها کارمندانی طب هنگام اجرای وظیفه کسبی خود در دوره پاندمی کووید 19 جان دادند. 7 اپریل سال 2021 رئیس شرکت زمان مشهور امید 88 در زندان درگذشت. رجب علی آدینایف که در بازار مواد سوخت و ساحه های دیگر پیشتاز بود برای صادر کردن یک قطار جنایت های اقتصادی سال 2017 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. تلاش های او و نزدیکانش برای بازبینی حکم به نتیجه بود و نهایت پس از یک جراحی در محبس درگذشت. شرایط حبس زندانی شوی صاحب کاری تاجیک که تا حبسش در زمره تجارتش را به آدمی نزدیک به حکومت بودنش رب می دادند برای مطبوعات نروشن مانده همه این را به رقابت نسالیم با یکی از منپلیس های بزرگ سخ رب می دهند. 7 اپریل سال 2013 استاد معروف ژورنالیستان تاجیک پیوند گلمرادزاده درگذشت. استاد و سابق دکان فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در 56 سالگی از درد دل درگذشت. محقق موضوع تشکل پوبلیسیستیکای شوروی تاجیک یک شخص بدور دل و معارف پرور بود و ده ها شاگرد تربیت کرد. او همچنین مدت مجله مهرگیو را نشر کرد که عقیده های ملی گرایانه را تبلیغ می نمود. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. مهمترین خبرها را در روزهای استراحت هم می توانید از سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org پیدا کنید. برایتان استراحتی خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.